سلام و تقدیم ارادت به نام خدا با درود حضرت حق به روان پاک اشرف انبیا محمد مصطفی به بخش پنجم قسمت دوم برنامه زنده امروز دوم ماه مه سال 2018 آغاز سخن میکنیم. از پاسخهای شما در ساعات گذشته و از همکاری های شما و پیشنهادات شما صمیمانه سپاسگزاری میکنم. گفتگوی امروز ما با شما در ارتباط با موضوعاتی بود که در برنامه های پیشین مطرح شده بود و موضوع اصلی که محور کلی همه گفتگوهاست وجود قرآن در کمال است، که قرآن کتاب اکمل است و در مقابل این کتاب اکمل که اساس و پایه اتصال با کتاب از طریق صلات انجام می شود و اگر صلات نباشد ما با کتاب قرآن و نتیجتاً با صدای خدا و کلام خدا مربوط و متصل نمی شویم و اگر با خدا متصل نشویم هدایت نمی شویم و هدایت بر اثر انجام انفاق است که انسان متقی می شود و هدایت می شود. همه این زنجیرهایی که این دانه های زنجیر به هم بسته است در مبنای نماز انجام می شود و نماز از بخش های متفاوتی تشکیل می شود. نماز یک بخش فرهنگی داره که در جامعه شکل گرفته، یک ترتیب انجام داره که در گذشته های اسلامی انجام گرفته نه در قرآن، و یک متنی داره که تقریبا اون متن در تمام فرقه های اسلامی با یک مختصر تغییری در همه اونها یک جور خوانده میشه و تقریبا تمام فرقه های مختلف اسلامی بر این امر باور دارند که نماز دارای تشریفات و دارای نحوه معینی از گفتار نیست و تقریبا آزادی عمل رو رعایت میکنند و به هم حق میدن. یکی سوره فاتحه میخوانه، سوره فاتحه رو همه میخوانند، یکی سوره اخلاص میخواند، یکی سوره فلق میخواند، چه میخواند. در اون قسمت هم یک مقداری برای هم آزادی عمل قائل شدند که سوره فاتحه سوره واجب است ولی سوره دوم رو میتوانند که هر چه میخواهند بخوانند از قرآن، و بعد هم الفاظ دیگری رو وارد قرآن کردند که ریشه باز در قرآن داره ولی به اون شکل و به اون کامپوزیشن و به اون انشا در قرآن نیست. سبحانه ربی الاعلا و به حمده، همه این نیازها و همه این دعاها و مناجاتها اینا همه قرآنیست، بنابراین گفتن اینها هیچ اشکالی نداره. یا سلام دادن قرآنیست، یا شهادت دادن به رسول اکرم به این شکل البته در قرآن نیست که در نماز خوانده میشه، ولی از نظر مفهوم و معنا شهادت به وحدانیت خدا و شهادت به حقانیت محمد در نماز داده میشود که اشکالی به نظر نمیرسد که داشته باشد، مگر نمازی که شیعیان انجام میدهند که بعضی از دعاهایی که در نماز اهل تشیع دیده می شود با قرآن همخوانی ندارد و ذکر الله محسوب نمی شود و بنابراین ممنوع است و باید از قرآن از نماز خارج بشود، مثل دعایی که می کنند که برای ظهور امام زمان، این دعا در قرآن نیست که عجل به فرجه، در قرآن وجود نداره که خدای تعجیل کن در فرج ظهور او که ظاهر بشه زودتر.
این رو ما در قرآن نداریم. یا چیزهای دیگری که صلوات فرستادن به این شکلی که ما صلوات میفرستیم، این عبارت و این انشا در قرآن نیست. منظور من همون صلواتی است که حالا یا با آل محمد یا بدون آل محمد در هر جا و همیشه به عنوان شعار گفته میشه و یک نوع سرخوانیه و در مراسم مختلف با هم همصدا میشن و برای منظورهای مختلف این عبارات رو سرهم میکنن. اینها در قرآن نیست. اللهم صل علی محمد و برای بعضی ها و آل محمد، اینا از یک کانسپت قرآنی برخوردار هست البته، ولی این انشا در قرآن وجود نداره. این اشاره به اون موضوع قرآنی است که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، به درستی خدا و فرشتگان او صلوات و صلات و نماز، اگر معنی صلات نماز باشد، همون صلات و همون نماز رو به رسول میفرستند. یا به بیان دیگر، ارتباط صلات به ارتباط و اتصال دارد خدا و فرشته با رسول. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا و فرشتگان او وصل هستند یا سلام میفرستند یا صلوات میفرستند. ولی صلوات فرستادن یعنی وصل شدن، متصل شدن، مربوط شدن. یعنی خدا و فرشتگان او، خدا توسط فرشتگان به شخص محمد، نه به رسالت محمد وصل است، نه به محمد، نه به شخص محمد، به شغل محمد وصل است، به رسالت او و نبوت او وصل است. یعنی اون چه که او در رسالت نبوت می کند، خبر می دهد، او وصل است به خدا. چرا؟ چون کلام خداست. در بیان رسالت محمد، کلام خدا در دهان اوست. بنابراین کلام به کی وصل است؟ کلام که منتزع و مستقل از خدا نیست، منفک از خدا نیست. کلام خدا وابسته به خداست، کلام خدا چسبیده به خدا، کلام خدا متصل به خداست. بنابراین وقتی در قرآن میگوید که به درستی الله و فرشتگان او یصلون علی النبی، یعنی بر اون چه که نبوت میکند. نبوت چه میکند؟ تلاوت آیات خدا رو میکند. کلام خدا از دهان انسان بیرون میآید. میگوید این کلام، این کلامی که کلام نبوت است، خبر است، از دهان او خارج میشود، این به خدا وصله توسط فرشتگان خدا. حالا اگر بخوایم بیشتر تحقیق کنیم، یعنی این پیام خدا توسط جبرئیل به پیام وصل است، یه پیام دار هست، یک پیام دهنده هست. این پیام دهنده به پیام گیرنده که پیام دهنده هم هست، پیام گیرنده و پیام دهنده است. این به وسیله ملک نبوت، حالا جبرئیل باشد، روح باشد، هر کی باشد، وصل هستند اینها به هم. یعنی اون چی که از دهان محمد خارج می شود در بیان تلاوت و نبوت، نه هر کلام دیگری که در قالب بشری می گوید، در قالب نبی، در قالب نبی این رو باید انقدر گفت تا جا بیفته. این دو شخصیت داشتن محمد بسیار برای مردم تولید اشکال می کند، توسط ملایان فریب می خورند. رسول اکرم در سمت رسالت برای نبوت یک کس دیگری است،
محمد کسی دیگری است. محمد گاه گاه اون رسول می شود، ولی همیشه رسول نیست. همیشه سخن او سخن خدا نیست، سخن انسانی است که بالاترین بشر در خلقت جهان است، ولی سخن بشر است. بشر بهتر، بشر عالیتر، بشر خوبتر، بهترین بشر، سخن بشر است و قابل قیاس با سخن خدا نیست. شرک مطلق است به محض اینی که ما سخن محمد رو در کنار سخن خدا قرار بده. مراقب باشید که از این مرحله خطرناک در چاه شرک سقوط نکنید. که بله، شب شخص محمد رسول هم هست، خب بعضی وقتا وحی می شده به او، پیام خدا رو می گفته. خب آدمی که دهانش معطر به کلام خداست، خودش هم حتما وقتی حرفی می زنه لابد حرف خودش هم در تایید همون کلمات همون ارزش رو داره. ابدا چنین نیست. بنابراین اون چی که پیامبر به عنوان رسالت و نبوت بیان می کرده کلام خدا بوده، سنت الله، و اون چی که از خودش بیان می کرده مثل کلام خدا است، البته اسم اون هم هست سنت الرسول. و دو سنت در اینجا پیدا می کنیم ما که مثل هم هستن. و وقتی پیغمبر وفات میکنه دو تا سنت رو از خودش به جا میگذاره، یکی سنت رسول، یکی سنت خدا. سنت رسول با کتاب حدیث میاد، سنت خدا با کتاب قرآن میاد. این دو تا کتاب یک ارزش برابر دارن در کنار هم میرن. همه اینها حرفهای بی اساس و همه اینها شرک و همه اینها توهین به اسلام و توهین به خدا و بالاتر از همه توهین به مقام والای رسول اکرم است که روح او آزرده می شود از این اتهامات کثیفی که همچون منی به او وارد می کند. البته من شخصا این کار رو نمی کنم، منظور من ملاهای کثیف هستند که وصله های کثیف بر جامعه محمد می دوزند. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، به درستی خدا از طریق فرشتگانش دارای اتصال و ارتباط با کلام خیش در دهان رسول خیش است. خدا با محمد در اتصال نیست. اتصال خدا به محمد مثل اتصال خدا به بقیه بندگان خداست، چیزی بالاتر از اون نیست. اما اتصال خدا به کلام وحیانی که از دهان محمد خارج می شود اتصال کاملا انحصاری است. با کلام هیچ کس خدا اتصال ندارد جز با کلام خودش. درست است که این کلام از دهان محمد خارج می شود، ولی این کلام خداست، بنابراین خدا با کلام خودش متصل است. این همه پیغام ها، این همه وحی ها، این همه پیغام ها از شه بود. همه این پیام ها، همه این تلاوت ها، همه این آیاتی که آیات وحیانی است، هیچ کدام از محمد نیست، هیچ کدام سخن محمد نیست. اینها سخنی است که به اراده خدا از دهان محمد خارج می شود به عنوان سخن وحیانی. این همه آوازها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود، از دهان او خارج می شود ولی مربوط به او نیست. او فقط یک بلنگوست، یک سخنگوست. بنابراین خدا صلات دارد، خدا اتصال دارد. یصلون، نه اینکه خدا نماز بگذارد. یعنی چه بکند خدا؟ یعنی خدا نیت کند
که من به این نبی متصل بشوم؟ یا خدا در حال اتصال با این نبی هست؟ یا خدا آرزو میکنه که ای کاش من به نبی متصل بودم؟ اون معنی رو میدهد، یا معنی این میدهد یسلنونم متصل است. خدا چه میکند؟ خدا صلوات میفرستد. صلوات جمع صلات یعنی نمازها. خدا نمازها میفرستد یا نمازها انجام میدهد به محمد، به نبی خودش؟ اصلا این معنی میده به نظر شما؟ این خدا نمازگذاره؟ به کی نماز میذاره؟ به پیام خودش در دهان محمد؟ میبینید که چقدر این نوع کارهایی که با ما در گذشته کردند چقدر ما را از منطق دور میکنه. به درستی الله توسط فرشتگانش با آیات خود، با کلمات خود، با نزولات خود در دهان نبی خود متصل است. یعنی این کلام متصل به خداست. و متصل به نبی. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که دارای ایمان هستید، ایمان آوردید، صلوا علیه، شما هم از این سو متصل بشوید به او. به کی؟ به محمد. لا والله، استغفر الله. به کی متصل بشوید شما؟ به همون نبی که از آن سو به خدا متصل است. یک نبوتی در نظر بگیرید که نبوت زنده به پیام نبوت است. نبوت یعنی خبر دادن. خبر دادن به خبر زنده است. اگر خبرنگار خبر نداشته باشد که مرده است خبرنگار. بودن زنده نبودنش یکیست واقعا. از که وقتی ما به خبرنگار اشاره میکنیم، به خبر دهنده اشاره میکنیم، به خبر بیار، به پیام بیار، به پیام ببر، به پیام بر اشاره میکنیم، به پیام اشاره میکنیم، نه به خود او. با خود او ما کاری نداریم. خود او یک ظرفی است که مظروف اون پیامه. شما با اون مظروف کار دارید، شما با پوست کار ندارید، شما با مغز کار دارید و خداوند با اون مغز وصله. با پوست وصل نیست خدا. پوست او پوست آدم معمولیه. هر چقدر که خدا با هر چی وصله با بقیه، با او هم همانقدر وصله. ولی این اتصال استثنایی که در قرآن راجع به اون صحبت میکند به این شدت، اتصال خدا با کلام خودشه در دهان محمد. میگوید شما هم با این کلام خدا که در دهان محمد است از آن سو متصل بشوید. ملاحظه بکنید، من خدا از این سو با پیام خودم در دهان محمد متصل هستم. ای کسانی که اهل ایمان هستید، شما هم از آن سو با کلام من در دهان محمد متصل بشوید. بنابراین کلام خدا این وسط هست. از یک سو خدا به کلام خودش متصل است و از یک سو شما به کلام خدا متصل میشوید، مع الواسطه نبی او، رسول او. و این ارتباط بین شما و خدا برقرار می شود مع الواسطه خبرنگار و گزارش دهنده و پیامبر و نبی به نام محمد. اصلا نام محمد در اینجا مهم نیست، جسم محمد در اینجا مهم نیست، دهان محمد فقط و صوت و کلام و تلاوت محمد است که حلقه زنجیری است که دو حلقه زنجیر بشر و خدا رو در این کلام به هم وصل میکنه و یک زنجیره‌ای به وجود میاد که سه حلقه داره. خدا، کلام خدا، گیرنده کلام خدا که بشر هست، خالق، کلام، مخلوق، خالق، کلام، مخلوق، سه حلقه زنجیر در اینجا به وجود میاد. یک حلقه زنجیر خداست که این حلقه زنجیر می افتد و متصل می شود به کلام او، به کلام خدا.
تا اینجا انجام شده. الان دو حلقه این زنجیره وجود داره و کامل و به هم متصل است. اون وقت خدا به من و تو میگوید که اگر ایمان آوردی و میخواهی به ایمان خودت ادامه بدهی، تو هم با حلقه زنجیری که هستی، تو هم یک حلقه زنجیر هستی، همه ما یک حلقه زنجیر هستی، برو و با آن سوی حلقه وسطی که حلقه کلام من است، حلقه انزال، حلقه وحی که در دهان این محمد است، تو هم برو و حلقه وجود خودت رو به اون حلقه متصل کن. حالا همه چیز فرو میریزه. الان هم محمد فرو میریزه، هم جبرئیل فرو میریزه. تنها یک چیز به جا میمانه، یک زنجیری که سه حلقه بر اوست. نه محمد در اینجا وجود داره، نه فرشته در اینجا وجود داره، کارشون انجام دادن. این حلقه وسطی که تا به حال نامش بود نبی، این حلقه وسطی که تا به حال نامش بود نبی، از این لحظه به بعد نامش عوض می شود، نامش می شود قرآن، چون پیام نبی رو می گفت دیگه، با اون وصف بشید. الان که نبی رفته، کارش هم انجام داده، نزولات خدا تبدیل به قرآن شده، نزولات خدا تبدیل به قرآن شده. حالا میگوید شما این حلقه زنجیر رو از نو نامگذاری میکنیم. خدا، قرآن، انسان. خدا، قرآن، انسان. که این قرآن در یک زمانی وحی زنده بوده و در دهان نبی بوده، بنابراین جلد این مظروف اسمش نبی بوده و خدا و فرمان خدا با این نبی وصل بوده، با ظرف نبی وصل بوده که مظروف نبی در این ظرف قرار داشته. حالا این مظروف از ظرف نبی خارج شده و در کتاب قرآن ریخته شده و نبی رحلت کرده و به بهشت پرواز کرده و دیگه جسمش بین ما نیست و روحش اندالله نزد خداست. الان اون چرا که او تلاوت می کرده و اون چرا که خدا به او وصل بوده، که نزولات خدا بوده، وحی خدا بوده، اونها ترجمه شده. ترجمه منظورم ترجمه لغوی نیست، منظورم ترانزیشنه. اینها برگشته و منتقل شده و امروز به شکل قرآن در آمده. بنابراین اون آیه در امروز ما، در زبان امروز ما میشه ان الله یصلون علی القرآن. خدا به کلام خودش در قرآن وصل هست، یعنی این قرآن مستقل از خدا نیست، این قرآن کلمات مستقل و منفک از خدا نیست، این کلمات زنده هستند چون خدا زنده است. خدای حی پیام حی داره، خدای زنده کلام زنده داره. خدا نمی میره، کلام او هم نمی میره. خدا عمر جاودان داره، کلام او هم جاودانی است و زنده. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، ان الله و ملائکته یصلون علی کلامه فی القرآن. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که دارای ایمان هستید، صلوا علیه، شما هم به کلام خدا متصل بشوید از اون سو. خدا به کلام خود متصل است، شما هم به کلام او از آن سو متصل شوید. کلام خدا قرآن است، باز هم همون سه حلقه زنجیر هست. یک سو خداست، یک سو کلام خداست، چون ما که خدا رو نمی شناسیم،
ما که با خدا ارتباط نداریم، ما که با عالم مجرد ارتباط شناخته شده معرفتی نداریم. ما وصل هستیم به عالم مجرد، ولی ما ذهنیت و ادراک ذهنی نسبت به عالم مجرد نداریم با وجودی که وصل هستیم. ما با کلام خدا، یعنی با نقش خدا در کلام خدا در عالم مجرد ما وصل هستیم، متصل هستیم. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، وصل بشوید به کلام خدا. و صلوا علیه، در زمان زنده بودن پیامبر تسلیم خودتون رو به کلام خدا از طریق محمد ابلاغ کنید. یعنی به محمد بگویید که محمد، ما تسلیم شده ایم، ما مسلمان شده ایم. محمد، سلامی که ناشی از تسلیم ماست بر تو باد. ما سلامی به تو می کنیم، ما اشارهی به تو می کنیم، ما علامت و تعهدی می کنیم به تو، تعهدی که ناشی از تسلیم ما به کلام خداست. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا، هم وصل بشید به پیام خدا، به پیامی که از دهان نبی خارج می شود، و سلموا و سلام کنید به او، علامت بدهید به او، سخن بگویید به او، به او بگویید که تسلیم این پیامی شدید که در دهان اوست و وصل است به خدا. شما ببینید که در این تابلوی زیبایی که رسم شده و تصویر شده، نقش خدا، نزول، وحی، رابطه، فرشته، رسیدن وحی در قلب محمد، در ذهن محمد، بر زبان محمد و تلاوت این، و چگونه خدا با پیام خودش در این مرحله وحی و در مرحله نزول و در مرحله تلاوت خدا به اینها وصله، و همه این وصال‌ها به وسیله فرشتگان خدا، فرشته وحی و فرشته نزول انجام میشه. و بعد خدا میگوید این الان قاطعیت پیدا کرد، این کلام منه، کلامی که همیشه زنده است و در دهان این رسوله، و میرود این کلام زنده که ثبت تاریخ حیات بشر بشود، مکتوب بشود، محفوظ بشود و باقی بماند. شما هم بعد از این مردم در زمان رسول اکرم به او پیام بفرستید، به این پیامبر شما هم پیام بفرستید. خدا به این پیام فرستاده، شما هم به او پیام بفرستید. پیام شما این باشد که سلام بر تو محمد، ما تسلیم پیام خدا به تو هستیم، تسلیم تو نیستیم ها. البته جنگ هم با تو نمی کنیم، طغیان هم نمی کنیم، مخلص شما هم هستیم، به تسلیم محمد نیستیم ما. بگو به محمد که سلام بر تو، سلامی که ناشی از اعلام باشد که به موجب این سلام، محمد، ما تسلیم پیام وحیانی تو هستیم. تسلیم ما رو بپذیر به عنوان نبی خدا، که ما اون چرا که تو تلاوت کردی و اون چرا که از زبان خدا بر زبان خود جاری ساختی به کمک فرشته وحی، ما بر اون تلاوت و بر اون امر خدا و بر اون کلام خدا تسلیم هستیم. شما خودتون قضاوت بکنید که ما به این آیه قرآن که یکی از حکیمانه ترین، زیباترین، خیال انگیزترین و مبنایی ترین، استوارترین و محوری ترین و اهرمی ترین
آیه قرآن است در ارتباط با موضوع هدایت. خدا چه میگوید و چه تابلوی نفیسی رسم کرده است که انسان واقعا متحیر میشود، که هیچ چیز جز مراحل هدایت رو نشان نمیدهد و چه در زمان رسول اکرم در زمان حیات جسمانی ایشان و چه در زمان حیات روحانی ایشان یا در زمان وفات جسمانی ایشان، چگونه موضوع هدایت به وجود می آید، زائیده می شود، تولید می شود، استقلال پیدا می کند و مادر از طفل خود مستقل می شود. به محمد نگاه کنید مثل یک زن حامله که در بطن خود جنینی رو نگهداری می کنه. تا وقتی که این جنین به لحاظ این که عمر جنینی او تمام می شود، عمر جنینی او تمام می شود و باید از حیات ماهی و آبزی و حیات درون بطنی بمیرد و به حیات هوازی و به حیات بشری و به حیات انسانی زنده بشود، بمیرد و زنده بشود در یک لحظه و همه سیستم او دگرگون بشود. تا چند لحظه پیش با نافش و لوله نافش نفس میکشید و غذا میخورد، در یک لحظه معجزه‌ای به وجود میآید. دیگه از نافش غذا نمیخوره، دیگه با نافش نفس نمیکشه، دیگه خون نمیخوره، شیر میخوره بعد از این، دیگه با ناف نفس نمیکشه. در یک لحظه ریه او به کار میفته و شروع میکنه از هوا تنفس میکنه. ماهی تبدیل به انسان میشه، ماهی عجیب غریبی که دهان ماهی هم در شکم مادر نداره، ناف او دهان اوست. یک لحظه دهان پیدا میکند، یک لحظه ریه پیدا میکند، یک لحظه نفس میکشد و در یک لحظه با چند ضربه کوچکی پشت او میخورد، بر میگردد و ماهی تبدیل به انسان میشود. حالا در مورد قرآن، قرآن تا یک زمانی در بطن محمد است، درست مثل نطفه‌ای که در بطن یک موجود ماده است. این هی کم کم بزرگ میشه، بزرگ میشه و کم کم به بیرون تراوش میکنه تا جایی که در واقع قالب نقش خودش رو از دست میده. مثلا مادری که نسبت به بچه، نسبت به طفل، نسبت به جنین دارای وجود لازم بوده، یعنی اگر این مادر نباشه این بچه میمیره، بچه وجود نداره. اگر محمد نبی وجود نمیداشت که آیه‌ای وجود نمی داشت، آیه در کجا بود؟ آیه مظروفی است که ظرف لازم داره، ظرف محمدی لازم داره، رسالت محمدی باید باشه تا این آیات در اونجا مظروف بشه. اگر اون نباشه مظروف رو ما چطور شناسایی بکنیم؟ در فضای معلق باید یک آدمی باشه که مظروف باشه، این ظرف در درون او جا بگیره، ظرف باشه که این ظرف مظروفی رو در خودش بپذیره، محیطی باشه که در خودش محاطی رو بپذیره. اما در جایی میرسه که این محاط، این مجموعه آیات الهی به کمال میرسه، به اتمام میرسه و با مرگ مادر همراهه، تولدش با مرگ مادر همراهه. چه وقتی این کلمات مستقل از محمد می شود، وقتی که از دهان او زایش می شود، خارج می شود و در یک زمانی نقش محمد کاملا محو می شود
و نقش آیات الهی مستقل از محمد می شود. اما هنوز کلمات خداست، هنوز زنده است. می گوید در زمان رسول اکرم تو با همین رسالت متصل می شوی، تو با همین کلمات متصل می شوی، نه با محمد. اگر تو با محمد متصل می شدی بعد از وفات او، تو هم وفات پیدا می کردی، تو هم راهت رو گم می کردی، تو هم کلام رو پیدا نمی کردی. در قرآن آیه ای هست که آیا اگر این پیامبر شما بمیرد دین شما هم می میرد؟ یا دین شما به این پیامبر وابسته است یا به کلام خدا در دهان این پیامبر وابسته است؟ این همه که می گویم برای این است که ما از شرک دست برداریم. ما با کسی لجبازی نداریم، والله با کسی جنگ نداریم. ما هیت سپیچ نمی دهیم، ما صحبت تنفر نمی کنیم که در قانون آمریکا جرم و جنایت است. این اتهامات رو شروع نکنید آقای فیسبوک به ما زدن. اگر هیچ کس شما ها رو نشناسه، ما ایرانی ها شما رو خیلی خوب می شناسیم، چون نظائر شما رو خیلی بزرگ کردیم و خیلی جفا دیدیم از دست شما و امثال شما. بگذارید دهن ما بسته باشه، الان قدرت دست شماست. من یک کلمه دیگه حرف بزنم تروریست میشه، میدانم، نمیزنم، سکوت میکنم. شما درست میگویید، ببخشید، معذرت میخواهم. همه دنیا باید از شما معذرت بخوان دیگه. معذرت میخواهم، من هم میخواهم. شما هم ببخشید، ما اشتباه کردیم، دیگه نمیکنیم. پس بنابراین وقتی که این نطفه به کمال میرسه یا به اتمام میرسه و متولد میشه و از مادر خودش و از محمد خودش مستقل میشه و جدا میشه، یعنی نطفه مستقل شده به نام قرآن، فرزندی زاییده شده، گفتن اسم اینو چی بذاریم؟ این جمع کلام خداست برای همه دوران ها، کامل ترین نسخه کلام خداست، همه کلام ها رو داره. اسم این رو چی بذاریم که همه در اینجا شریک باشن و مربوط به هیچ کس نباشه؟ نه زبور باشه، نه تورات باشه، نه انجیل باشه، نه محمدیه باشه، نه مسیحیه باشه، نه موسویه باشه، هیچ کدام از اینها نباشه، فقط مربوط به خواندن باشه. گفتن اسمش رو بذاریم خواندنی ها، القرآن، قرائت شدنی، خواندنی، برای همه کس خواندنی است. نه قرآن المسلمین، قرآن الموحدین، قرآن الموسویین، هیچ کدوم اینها رو نداره توش. قرآن بدون پیشوند، بدون پسوند. قرآن خواندنی برای کی؟ برای گبر، برای مسلم، برای مجوس، برای زردشت، برای مهری، برای غیر مهری، برای آدم کش، برای بیدین، برای بادین، هر که میخواهد این کتاب مال هم از اختصاص به هیچ کس ندارد. ما قرآن رو تصرف کردیم، ما مسلمان ها قرآن رو به زندان افکندیم و گفتیم خدا اشتباه کرده که گفته خواندنی ها، نباید بگوید خواندنی ها، باید بگوید کتاب مسلمین. و ما بگوییم که یهود نجس است و دست به قرآن نباید بزنه، قرآن نجس می شود. مسیحی که واویلا، اونها که مشرک هستند دست به قرآن بزنن، قرآن نجس می شود. بیدین، بیدین غلط می کند به قرآن دست بزنه. نیمه دین، نیمه دین هم همینطور. ما تعیین می کنیم که کی به قرآن دست بزند، چه کسی دست نزند. گریه آوره واقعا. اما خود قرآن می گوید من خواندنی ها هستم، من خواندنی هستم، خواندنی. مردم منو بخوانید، من برای خوانده شدن آمدم. و این قرآن متولد می شود و پوسته حفاظی این قرآن که رسول اکرم است نقش خود را انجام می دهد و به بهشت پرواز می کند و کلام خدا با خدا تنها می ماند و متولد می شود این نطفه
از رسالت محمدی و تبدیل به یک امر مستقل خودکفا می شود و خود ایستا می شود و خود پایدار می شود و نام او خواندنی می شود، خواندنی ها می شود. خدا با این قرآن، یعنی با این کلام خودش در ارتباط دائمه. یصلون علی النبی، یعنی یصلون علی القرآن المجید، یعنی کلام من رو که میخوانی این کلامی نیست که مستقل از من و جدا از من باشه. این کلام رو که میخوانی با کلام زنده طرف هستی، تو با کلام زنده از خدای زنده در ارتباطی. بفهم که چه میکنی. تصور نکنی که این کاغذ ما مرکب است. شما وقتی به یک اتاقی وارد میشید، فرض کنید که در یک کارخانه وارد میشید، هزار شعله چراغ به سقف این کارخانه نصب کردن. شما وقتی وارد میشید یک کلید رو بالا میزنید، یک سویچ رو تغییر میدید و همه این کارخانه یک مرتبه روشن میشه و قبلش تاریک بوده. قرآن کارخانه برق نیست. قرآن چراغ نیست. قرآن سویچ اون چراغ است. قرآن نور نیست. باز هم نوارهای من تیکه پاره نکنید، ضبط بکنید، بگید فلان کس گفته قرآن نور نیست. قرآن نور نیست، قرآن دروازه نور است. یعنی شما از طریق قرآن به دنیای خورشید و به دنیای نور، نور سماوات و الارض، به اون نور، به نور الانوار، از طریق این دروازه نور به اون نور الانوار وارد می شوید. اونجور اگر به قرآن نگاه بکنیم، و خدا میگوید چنین است، میگوید من وصلم به این قرآن. فکر نکنید که این قرآن منفک از من، یه کاغذی بوده نوشته شده، حالا روی کاغذ مرکب نوشتن و شما هم میخوانید و هیچی دیگه. کاغذ معمولی، مرکب معمولی، مطلب معمولی. یه کسی زنده بوده این کتاب رو نوشته، حالا مرده رفته این کتاب هم سر جاش مونده. اینجور نیست. اون که ننوشته این کتاب رو، او هم نگفته این کتاب رو، از این دنیا رفته، ولی این کتاب از اول کلام به خدا وصل بوده، الان هم وصله، تا روز قیامت هم وصله. اگر ما به قرآن به این شکل نگاه بکنیم و کلام خدا رو کلام زنده بدانیم و با کلام زنده تعامل داشته باشیم، نوع نگرش ما و نوع برداشت ما از قرآن متفاوت خواهد بود و نعمتهایی که از قرآن دریافت میکنیم و عنایتهایی که از قرآن دریافت میکنیم متفاوته. این مقدمه طولانی رو به این خاطر عرض کردم که وقتی ما با قرآن مواجه میشیم، از این قرآن طلب هدایت میکنیم و خداوند میگوید که اگر تو هدایت نشوی گمراه میشوی. بنابراین بین گمراهی و هدایت ما باید یکی رو انتخاب بکنیم و شرایط هر کدام رو هم بیاموزیم. شرایط هدایت رو میاموزیم که چه کسانی هدایت میشوند، چه کسانی هدایت میشوند. کسانی که در درجه اول موحد هستند، یک خدا ایمان دارند، خدایی که فاقد جسمیت است و خدایی که در جسم دیده نمیشود، نه او در جسم است نه در عینیت جسم تو در میآید و نه شعور آگاه تو قادر است که او رو تجزیه و تحلیل کند، تنها به اثر او نگاه میکند و به مؤثر ایمان میآورد و سلام. اما ذات مؤثر برای هیچ کس روشن نیست جز وجود مؤثر. و شما وقتی با این کتاب مواجه میشوید، این کتاب شما رو میخواد هدایت بکنه و شرط هدایت کردن که اگر هدایت نشوید گمراه میشوید. شرط هدایت شدن، شش شرط معین و مؤکد است که در قرآن آمده: ایقان به قیامت، یقین داشتن به وقوع قیامت، ایمان به همه پیامبران
از طریق همه پیام های ایشون و اینکه قبول کنیم پیام همه پیامبران در یک کتاب خواندنی که متعلق به هیچ کس نیست و وصل به خداست در اون کتاب منعکس شده. و سوم اینکه انفاق کنیم و دوم اینکه تعهد انفاق کنیم و تعهد عبادت و اطاعت کنیم و اول اینکه معتقد به وجود خدایی باشیم که در ما در غیبت او به سر میبریم، نه او در غیبت ما. او حاضر است ولی برای ما غایب محسوب میشود. این رو بپذیریم، اون وقت ما متقی هستیم. همه اون چه که گفته شد از این شش ماده، پنج مادهش مجانیه، عقیدتی هم هست. هیچ کس نمیفهمی که ما راست گفتیم یا دروغ گفتیم غیر از خدا. یکیش هست که نمایش پیدا میکنه، نمودار پیدا میکنه، باید دارای فعلیت بشه و اون انفاقه، یعنی هدایت از طریق ما و شعور خارجی. هدایت با موضوع انفاق رابطه تنگاتنگ دارن، به صورت مشروطن و متعهدن با هم مربوط هستن. و اگر ما انفاق نکنیم هدایت نمی شویم و اگر هدایت نشویم گمراه می شویم. به این لحاظ نقش هدایت بسیار مهم است و ما زمانی هدایت می شویم که متصل به قرآن باشیم. اگر جلد قرآن رو هم کنار بگذاریم، متصل به کلام خدا باشیم. و کلام خدا در اصطلاح قرآن تناب خدا نام دارد. خدا به کلام خودش در قرآن میگوید تناب خدا، تنابی که از چوب و شاخ و برگ درخت خرما درست کردند، حبل. و خدا میگوید که کتاب من اون حبل است، کتاب من اون رشته است، اون ریسمان است، اون تناب است، اون زنجیر است، اون نردبان است. بگیر این زنجیر رو، محکم چنگ بزن در او، معتصم شو به این زنجیر و بالا بیا در ذهنت تا به من برسی. این کتاب به شما میگوید که به این ریسمان هدایت چنگ بزن و منسوب شو و متصل شو و بیا و در قلب من جلوس کن که من سالها در قلب تو جلوس کردم، تو هم بیا در قلب من جلوس کن. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه. سلام کنید به او. الان به کی سلام میکنیم ما؟ به قرآن. به خدا داریم سلام میکنیم، ولی به کلامش سلام میکنیم. و سلمو، سلام میکنیم به قرآن. سلامی که چه میگوییم؟ سلام یک ظرفه، در دل این ظرف سلام یک مظروفی هست. سلام، حال شما خوبه؟ سلام، بدهیتون رو میپردازید؟ سلام، من از فردا میخوام با شما بجنگم. سلام، من برای خواستگاری آمدم. سلام، من برای فرار آمدم. من برای قرار آمدم. سلام یک جلده که جنگ درش نیست، البته حرف داره. یکی از معانی سلام تسلیم شدنه. تسلیم شدنه به کی؟ به منده خدا؟ نه، به خدا. به پیام خدا تسلیم میشیم، یعنی به خدا تسلیم شدیم. سلمو، سلام کنید به او. سلامی که در دل خودش چه پیامی را حمل میکنه؟ تسلیما، که ما تسلیم تو هستیم. تسلیم شخص تو نه، تسلیم پیامی هستیم که خود تو هم تسلیم همون پیام هستی. ما تسلیم تو هستیم. ما تسلیم همون چیزی هستیم که تو هم تسلیم او هستی. ما با تو محمد هم سنت هستیم. ما پیرو سنت تو نیستیم، ما همراه سنت تو هستیم.
و سنت ما و تو سنت خداست و از سنت خدا جدا نیست. اگر تسلیم به خدا باشیم، اگر هم نباشیم که محاربه با خدا میکنیم، مثل بسیاری از ما که همین کار رو هم میکنیم. دقایق کوتاهی به تنفس میپردازیم و تا فرمان باز میگردیم با شما خواهیم بود.